مرا ببوس. قسمت دهم. تا وقتی که نازگل بیدار بود، وقت من به نانای نانای و خنده خنده می گذشت. وقتی سر کار بودم، حواسم به کارم بود و وقتی که دخترم می خوابید، به فکر فرو می رفتم و به دنبال راه فرار از این زندگانی و گرگ ها می گشتم. دیگر به مرحله ای رسیده بودم که وقتی تلفنم زنگ می خورد، حالتی را پیدا می کردم مانند کسانی که برق آنها را گرفته است. دخترم وقتی ازم جدا بود که در مهد کودک بود و به مربیان مهد نیز سپرده بودم که عده‌ای می خواهند دخترم را بدزدند. آنها هم بی نهایت از او مراقبت می کردند. یک روز جمعه از پدر و مادرم دعوت کردم که به خانه من بیایند. این اولین باری بود که آنها را دعوت کرده بودم. آنها آمدند. دختر کوچکه را هم با خودشان آورده بودند. او وقتی آمد مستقیما به اتاق نازگل رفت و با او بازی کرد و برایش خواند و او هم رقصید. پدر و مادرم برای ما گل و شیرینی آورده بودند. من هم یک زرشک پلو با مرغ برایشان پخته بودم. بعد از صرف نهار آنها پرسیدند چرا رایان خانه نیست؟ امروز که همه جا تعطیل است. گفتم برای همین شما را دعوت کردم. یک بار بدون مشورت با شما تصمیم گرفتم و سزایش را دیدم. حالا من شما را دعوت کردم و میخواهم با شما مشورت کنم. رایان در خارج از کشور کار گرفته و رفته است و مادر و پدرش به من گفتند او تو را طلاق داده. منتظر باش که طلاق نامه را برایت بفرستند. اما الان نزدیک به 2 ماه است که این پیام برای من از طرف مادرش آمده و از طلاق نامه خبری نیست. و نیز گفتند بچه را بیار به ما تحویل بده، وگرنه ازت شکایت میکنیم و بچه را میگیریم. من هم تصمیم گرفتم که اگر بتوانم به خارج از کشور بروم و اگر نشد در یک شهرستان دور زندگی کنم که آنها مرا پیدا نکنند. اگر نازگل را از من بگیرند من میمیرم. پدر و مادرم خوب به حرفای من گوش کردند. سپس پدرم گفت دخترم، فرزند دختر تا 7 سال باید در اختیار مادرش باشد و پدر بزرگ و ولی این حرف ها نداریم. تو خیالت از جانب نازگل راحت باشد. دومن شاید اینها از خودشان حرفی زده اند که تو را بترسانند. صبر کن. اگر طلاق نامه برایت آمد آن وقت تو و دخترت به سن 7 سالگی رسید، آن وقت هر جا میخواهی برو و ما هم کمکت میکنیم. وگرنه روی حرف زنی که از اول زندگی شما علم مخالفت را برداشت، تو نباید زندگیت را به آتش بکشی و خودت را در بدر کنی. پدرم درست میگفت، اما اگر نازگلم را ازم میدزدیدند چی؟ پدر گفت آنها خانواده شناخته شده ای هستند. اگر این کار را بکنند آبرویشان می رود. نه عزیزم، چنین کاری نمی کنند. فقط خواستند تو را بترسانند. مادرم پرسید دخترم با رایان دعواتون شد؟ گفتم نه، حتی وقتی داشت می رفت بغض در گلویش بود. مرا بوسید و رفت. راستش مادر جون، ما تکیه کلاممون شده بود مرا ببوس. حتی آنقدر این جمله را می گفت که نازگل هم یاد گرفته بود، ولی روزی که می رفت گفت مرا ببوس. برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. گفتم به همین راحتی؟ گفت بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته. من به جستجوی سرنوشت و بعد بغض گلویش را گرفت و به سرعت رفت. مامان او رفت که رفت، حتی دیگر تلفن هم به من نزد. پدر و مادرم هر دو گفتند توطئه‌ای در کار است. کسی اینطوری زن و بچهش را ترک نمی کند برود. دخترم حوصله داشته باش، صبر کن ببینیم چه می شود.
از آن روز به بعد پدر و مادرم زیاد به دیدن ما می آمدند و سعی می کردند که من زیاد تنها نمانم. گاهی مادرم می آمد چند روز پیش من می ماند و گاهی هم پدرم، و خلاصه این که مرا سرگرم کرده بودند. تابستان که شد خواهر کوچیکه می آمد و هفته هفته خانه ما می ماند. نازگل هم خیلی او را دوست داشت. گاه و بیگاه از این تلفن‌های تهدید کننده به من می شد و دیگر زیاد نمی ترسیدم. دلم برای رایان تنگ شده بود. ضمناً کینه هم از او به دل داشتم و هیچ خبری و اثری از رایان نبود، چون می دانستم که با برنامه از پیش ما رفت، به پلیس هم نمی توانستم شکایت کنم. کار می کردم و کار می کردم و پسنداز هم می کردم، تا اینکه یک روز با خودم گفتم من در اینجا چه کار می کنم؟ خب اگر دو تا خیابان پایین تر بروم، پسنداز خودم را هم روی پول رهن این خانه بگذارم، می توانم یک آپارتمان بخرم. حداقل نگرانی این که روزی صاحب خانه عذرم را بخواهد و بگوید از اینجا برو ندارم. تابستان بود و روزها بلند شده بود. ساعت 5 عصر تازه هوا خنک‌تر می‌شد و مردم به خیابان می‌آمدند. چند روزی وقتی که نازگل را از عهد می‌گرفتم، با خودم می‌بردم و در خیابان‌های پایین‌تر از جردن دنبال آپارتمان می‌گشتم. 10-12 روزی کارم شده بود همین، تا اینکه در یکی از کوچه‌های خیابان امیرآباد یک آپارتمان 60 متری 2 خوابه پیدا کردم که زیر ساختمان 2 مغازه کوچک داشت. یکی از این مغازه ها اختصاص به این آپارتمان 60 متری داشت که تخلیه بود و مغازه دوم به آپارتمان 60 متری دیگری اختصاص داشت و بقیه آپارتمان های آن ساختمان همه بزرگ و بالای 130 متر بودند. وقتی آنجا را دیدم با خودم گفتم هر طور شده باید این آپارتمان را بخرم. قیمت پرسیدم 110 میلیون بود. وای خدای من، 110 میلیون پول ندارم. من 80 میلیون دست صاحب خانه داشتم و 10 میلیون هم پسنداز کرده بودم. 20 میلیون کم داشتم. از کجا بیاورم؟ شب که به خانه آمدم قضیه پیدا کردن آن آپارتمان را با مغازه برای پدر و مادرم تلفنی تعریف کردم. پدرم گفت دخترم سندش را بگذار گروه بانک وام بگیر. گفتم آخه کدام بانک به من وام میدهد؟ من که حقوق ثابت ندارم. بابا گفت من برایت وام میگیرم. سند را میگذاری در رهن بانک، من و برادرت ضمانتت را میکنیم. وای بابا، شما این کار را میکنید؟ گفت بله، چرا نکنم. و من به دنبال خرید آن آپارتمان رفتم. دکتری هم که من در کنارش کار میکردم یک گواهی به من داد که کارم را تایید کرد. با همان گواهی اجازه کار هم گرفتم. آن آپارتمان را بعد از 1 ماه سند زدیم و من آن وام را گرفتم. حالا میبایست اقساط بانک را هم میپرداختم. نازگلم بزرگتر شده بود و اسم او را در نزدیکترین کودکستان نزدیک به خانه نوشتم و خودم کارم را در مغازه‌ای به نام تزریقات نازگل شروع کردم. پدر و مادرم و برادر کوچکم به من در اسباب کشی کمک کردند و خیلی زود من سر و سامان گرفتم. خیلی راحت نازگل را به کودکستان می بردم و برمی گرداندم. یک میز و صندلی کوچک کنار مغازه گذاشته بودم و نازگل را کنار دست خودم می نشاندم نقاشی می کرد. در مغازه را با پرده کرکره استتار کرده بودم و خلاصه همه چیز خوب پیش رفته بود. مدتی نیز به این ترتیب گذشت. حالا دیگر اگر روزی هم رایان برمیگشت نمی توانست ما را پیدا کند. آنجا کارم بهتر از جردن گرفت و مراجعه کنندگان زیادی داشتم. خانه هم کوچکتر شده بود، اما محل کارم مستقل بود و ساعت کار را خودم تعیین می کردم. از طرف دیگر دخترم بزرگتر و فهمیده تر شده
مانند دو دوست خوب برایم بود. او مانند دوست خوبی برایم بود. اما مسئله ای که مادر رایان در مورد نازگل مطرح کرده بود همیشه رنجم می داد. دیگر پسنداز هم نداشتم که اگر بخواهم از تهران بروم بتوانم روی پای خودم بایستم. یک روز که نازگل از کودکستان به خانه آمد گفت مامان یه چیزی یاد گرفتم برات بخونم. گفتم دخترم بخون ببینم عزیزم. و او ترانه مرا به بوس را تا آخر برایم خوند. صورتم از اشک خیس شده بود و این ترانه مرا به بوس شنیده بودم برای سر آینده اش خوشیوم نبوده. اما من هم که زندگی عاشقانه ام را با این ترانه شروع کردم برایم خوشیوم نبود. به راستی که رایان با مرا به بوس شروع کرد اما بعدش گفت برای آخرین بار تو را خدا نگهدار. به من گفت گذشته ها گذشته، بهار با گذشته. واقعا این ترانه زیبا ولی نحس چه ها نکرد و من چندمین قربانی این ترانه نحس هستم. چه سراینده گفت برای آخرین بار، چرا نگفت برای اولین بار؟ چرا بهار ما گذشته و چرا نگفت بهار ما شروع شده و چرا نگفت گذشته برمیگرده؟ چقدر خوب است که همه کارهایمان را با حرفهای مثبت شروع کنیم، مثبت بگوییم، به حرفهای منفی گوش نکنیم. و من زندگیم را این بار با انرژی مثبت شروع می کنم. من به خودم میگویم شاید برای رایان مشکل بزرگی پیش آمده و شاید روزی به خاطر نازگل برگردد. به هر حال من منتظرش میمانم. زندگی آرامش پیدا کرده بود به شرط اینکه آن تهدید مادر رایان را کنار بگذارم. سال آینده دخترم باید به مدرسه برود. چرا این وحشت زندگی آرام مرا به تلخی کشانده است؟ چرا این وحشت زندگی آرام مرا به تلخی کشانده است؟ رفتن رایان را تحمل کردم ولی از دست دادن نازگل را تحمل نمی کنم. او برود من می میرم. پدر و مادرم بعد از خدا پناهم بودند. دائما به من سر می زدند. در آمدم خوب قسط خانه ام را هم به موقع می پرداختم. یک سال را به همین ترتیب گذراندم تا اینکه یک شب که نازگل تازه خوابیده بود و من داشتم برای خوابیدن آماده می شدم تلفنم زنگ زد. معمولا پدر و مادرم در آن ساعت زنگ نمی زدند ولی گاهی برای تزریق یه بیماری وقت و بی وقت به من زنگ می زد. آن شب فکر کردم حتما بیماری است. اگر بخواهم برای تزریق بروم نمیتوانم دخترم خوابیده، نمیتوانم او را تنها بگذارم. بهتر است گوشی را بر ندارم. دوباره زنگ زد، بر نداشتم. بار سوم که گوشیم زنگ خورد دلم به شور افتاد. جواب دادم. صدای آشنا، خدای من، صدای رایان است. الو رایان تویی؟ گفت آره منم مریم جان، من هستم عزیزم. گفتم رایان با من چه کار داری؟ میخواهی نازگلم را بگیری؟ گفت نه عزیزم، چرا باید دخترم را از مادرش جدا کنم؟ آمدم خونمون گفتن تو از اینجا رفتی. خواهش میکنم آدرست را بگو، میخوام بیام خونه. گفتم رایان جان هر جا تا حالا بودی باز هم برو همانجا. و تلفن را قطع کردم. دوباره تلفن زنگ خورد. جواب دادم و گفتم رایان من خسته هستم، نازگل هم خوابیده، لطفاً راحتم بگذار. گفت مریم جان التماست میکنم، من دلیل غیبتم را بهت میگویم، آن وقت از این رفتارت پشیمان میشوی. دلم تکان خورد، نکند واقعاً حق با او باشد، آن وقت من شرمنده شوم. آدرس را به او گفتم. گفت تا نیم ساعت دیگر میرسم. دستی به سر روی خودم کشیدم، لباسم را عوض کردم و در حالی که قلبم از هیجان داشت از سینه‌ام بیرون میزد منتظر او شدم. کمتر از نیم ساعت طول کشید. زنگ در به صدا درآمد.
در آپارتمان را باز کردم. از شدت هیجان نزدیک بود زانو بزنم. به سختی روی پایم ایستاده بودم. رایان بود. رایان من. اما لاغر و تکیده. قسمتی از موهای سرش ریخته بود و بقیه سفید شده بود. یک دسته گل مریم دستش بود. گلها را روی زمین رها کرد و در آغوشم گرفت. هر دو گریستیم. در اتاق خواب را بسته بودم که اگر بلند صحبت کردیم نازگل بیدار نشود. روی یک مبل نشست. جعبه دستمال را جلویش گذاشتم که صورتش را خشک کند. بی اختیار گفتم رایان عزیزم، هنوز هم به اندازه روز اول دوستت دارم. و او گفت عزیزم، من هم همان رایان عاشق تو هستم، فقط باید داستانم را بشنوی. دخترم کجاست؟ با نگاه هم اشاره به اتاق نازگل کردم. برخاست و به اتاق او رفت. صورتش را نوازش کرد و چندین بار او را بوسید. گفتم عزیزم امشب برایت گفت عزیزم امشب برایت تعریف کنم یا فردا؟ گفتم امشب استراحت کن، فردا صحبت میکنیم. تمام کین و نفرتی که از او پیدا کرده بودم از وجودم خارج شد و عشق گذشته ام به قلبم برگشت. همه چیز را فراموش کردم. فقط میخواستم او را در آغوشم بکشم و هزاران بار ببوسمش. گفتم اجازه بده. گفت اجازه بده دوش بگیرم. حمام را بهش نشون دادم. آن شب بدون هیچ گلایه و بحثی گذشت. صبح با صبح باید نازگل را به مدرسه می بردم. همزمان با من رایان هم بیدار شد و نازگل را با ناز و نوازش از خواب بیدار کرد. نازگل مات و مبهوت به او نگاه می کرد و کاملا او را فراموش کرده بود. پرسید این آقا کیه؟ گفتم دخترم مهمان داریم، برو مدرسه، وقتی برگشتی این آقا خودش را معرفی می کند. گفت باشه مامان، مرا ببوس. بوسیدمش و او را به مدرسه بردم. دخترم را به مدرسه بردم و به خانه برگشتم. از ساعت 9 می بایست در اتاق تزریقات را باز می کردم. به رایان گفتم من تمام ساعتم پر است. یا کار می کنم یا با نازگل هستم. نمیدانم کی با هم صحبت کنیم. او گفت کم کم برایت می گویم. همانطور که می دانی من نماینده بیمه شدم و به سفرهای مختلف می رفتم. گفتم از همان موقع تو با من و نازگل نامهربان شدی. علتش چه بود؟ گفت علتش متاسفانه مادرم بود که تمام فکر و روح مرا اشغال کرده بود و من انقدر در خودم فرو رفته بودم که روی خودم کنترل نداشتم. به اولین سفرم که رفتم اوضاع شرکت را در انگلیس خیلی آشفته دیدم و گزارشی علیه کارکنان آنجا تهیه کردم و به مرکز شرکت در تهران ارائه دادم. سپس به چند مأموریت دیگر رفتم. برای هر کدام از این مأموریت ها به من پول زیادی می دادند و کارکنان شرکت ها در خارج از ایران هم به من پول های زیادی می پرداختند که من علتش را نمی دانستم. من تصمیم گرفته بودم آنچه که بررسی می کنم به مرکز گزارش کنم که متوجه شدم سر مار در مرکز است و مدیران شرکت در تهران اموال بیمه را دزدی می کنند. حالا نمی دانستم که دزدی آنها را به کجا گزارش کنم که آنها پیش دستی کردند و مرا متهم به دزدی کردند. من پولهایم را در یک حساب بانکی می گذاشتم که جمع شود تربت را سورپرایز کنم. اما چون پولهای من چند برابر حقوق قانونی من بود که خودم نمی دانستم، به استناد پول بانک مرا متهم به دزدی کردند و فیش‌های حقوقی مرا به مبلغ 1/20 آنچه به من می‌دادند صادر کرده بودند و از من شکایت کردند و مرا به زندان انداختند. زنگ خانه ما به صدا درآمد و فهمیدم برای تزریق آمده‌اند. چون پشت در نوشته بودم در صورت بسته بودن در زنگ شماره 2 را بزنید. باید می رفتم. از رایان عذرخواهی کردم و رفتم. در اتاق تزریقات را باز کردم و شروع به کار کردم.
پایان قسمت دهم.